سرخط خبرها. رقابت نفسگیر با اعلام تدریجی نتایج انتخابات آمریکا، چشم‌ها به 5 ایالت کلیدی دوخته شده. پیشتازی بایدن با ادامه شمارش آرای پستی، ترامپ به دادگاه شکایت کرد. واکنش مقام‌های ایران به انتخابات آمریکا، در ظاهر بی تفاوت ولی امیدوار و نگران. سلام، خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاده نوبخت هستم. با ادامه شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در حال حاضر برای در دست گرفتن مسند ریاست جمهوری دست بالا را داره. هنوز اما صدها هزار رأی هست که شمرده نشده، اون هم در ایالت‌های سرنوشت ساز. نتیجه انتخابات در 7 ایالت هست که هنوز قطعی نیست، مخصوصاً در 5 ایالت که بسیار رقابت نزدیک، ایالت‌هایی که آرای بالایی دارن: پنسیلوانیا، آریزونا، میشیگان، ویسکانسین و نوادا. رقابت درشون بسیار نزدیکه. آقای بایدن گفته که مطمئنه که این انتخابات رو میبره و از اینکه خودش رو پیروز انتخابات اعلام بکنه اما اجتناب کرده. دونالد ترامپ از طرف دیگه پیشاپیش اعلام پیروزی کرد، با ادعای تقلب به نفع رقیب به دادگاه شکایت کرده و خواستار توقف شمارش آرای پستی شده. هرچند ناظران انتخابات میگن که هیچ شاهدی در مورد تخلف یا تقلب گسترده در این انتخابات وجود نداره. با این حال در بعضی شهرهای آمریکا موافقان و مخالفان شمارش آرا تظاهرات کردند. همکارم سام فرزانه از واشنگتن گزارش میده. مخالفت طرفداران رئیس جمهوری آمریکا با شمارش آرای پستی. پلیس دیترویت برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی معترضان را از این مرکز بیرون کرد تا شمارش رأی مردم ادامه پیدا کند. میشیگان، یکی از ایالت‌های کلیدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امتیازهایش را در رقابتی تنگاتنگ به جو بایدن داد. با اضافه شدن میشیگان به لیست برده‌های آقای بایدن، حالا او در آستانه پیروزی قرار گرفته. نامزد حزب دموکرات در روز چهارشنبه با اطمینان از پیروزیش بر لزوم شمارش آرای همه مردم تاکید کرد. حالا همه آرا باید شمرده شوند. هیچ کس نمیتواند دموکراسی من را از ما بگیرد. نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. آمریکا راهی طولانی را پیموده و نبردهای زیادی داشته و مصائب گسترده‌ای را پشت سر گذاشته که بگذارد این اتفاق بیفتد. ما مردم ساکت نمی‌شویم. هواداران آقای بایدن ساکت نماندند. به نظر آنها ضربه نهایی نواخته شده. دوره آقای ترامپ پایان پذیرفته و او بازی را باخته است. حال و هوای طرفداران آقای بایدن که اینجا جمع شدن، حال و هوای تیمیه که خودش رو برنده میدان انتخابات میدونه. اونها در اینجا جمع شدن تا درباره مسائلی صحبت بکنن که در 4 سال گذشته اونها رو آزار میداد. مسائل مربوط به زنان، مسائل مربوط به سیاست خارجی یا مسائل مربوط به نژادی آمریکا. اما پشت این حفاظ‌ها در کاخ سفید آقای ترامپ وعده داده که مواردی رو که به نظر او خلاف قانون میاد رو به دادگاه ببره تا بتونه نتایج انتخابات رو در بعضی از ایالت‌های کلیدی به نفع خودش تغییر بده. آقای ترامپ در شب انتخابات گفته بود که رقبایش قصد دارند انتخابات را به سرقت ببرند. ما می‌خواهیم که از قانون درست استفاده شود. برای همین به دیوان عالی آمریکا می‌رویم. ما می‌خواهیم که رأی‌دهی بعد از مهلت متوقف شود. ما نمی‌خواهیم ساعت 4 صبح یک رأی پیدا کنند و بشمارند. رئیس جمهوری آمریکا شمارش آرایی که پیش از روز انتخابات پست شده بودند را به منزله رأی‌دهی بعد از انتخابات به شمار آورده و آن را غیرقانونی می‌خواند، ادعایی که به گفته کارشناسان حقوقی چندان محلی از اعراب ندارد.
هر گونه شکایت دو طرف از نتایج به دست آمده به پایان روند شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی موکول می‌شود. ایالت‌هایی که حالا به جز آمریکایی‌ها نگاه بسیاری از مردم جهان هم به آنها خیره شده است. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. همونطور که در گزارش سام هم شنیدیم، شمارش آرای انتخابات خیلی نفسگیر داره جلو میره. از امروز صبح آرا کماکان همون هست که بود. آقای بایدن 243 رأی، آقای ترامپ 214 رأی. همکارم کیوان حسینی این آرا رو به جز دنبال کرده. کیوان، برامون بیشتر توضیح بده. ممنونم پریزاد. فقط اضافه بکنم که آرای الکترال در واقع بر اساس پیشبینی بی بی سی همان چیزی که از صبح بوده مونده، اما خب جزئیات آرا و شمارششون ادامه داره. همونطور که گفتی پریزاد، تازه ترین خبر در ایالت آلاسکا هست، یکی از ایالت‌هایی که این احتمال که آقای ترامپ درش برنده بشه بسیار بالاست. نزدیک به 50% آراش هم الان شمرده شده و همینطوری هم که پیش بینی میشد و انتظار میرفت، با فاصله قابل اطمینانی دونالد ترامپ از رقیب دموکراتش جلو هست و 63% آرا رو در مقابل 33% آرای جو بایدن به خودش اختصاص داده. از جمله نکات جالب درباره ایالت آلاسکا این هستش که برخلاف بسیاری از ایالت‌هایی که به تفکیک آرا رو، آرای غیر حضوریشون رو اعلام کرده بودند که چند جمهوری خواه بوده چند دموکرات، اطلاعاتی از این دست از این ایالت منتشر نمیشه، به خاطر اینکه تک تک این انتخابات که در سراسر آمریکا برگزار میشه هر کدام از نظر ایالتی قواعد و قوانین خاص خودش داره. و مهمترین تحول تازه و در واقع با ادامه شمارش آرای جدیدتر در ایالت جورجیا هست که میزان آرای شمارش شده به 96% رسیده. دیگه چیزی نمونده که در این ایالت جنوبی از جمله ایالت‌های جمهوری خواه شمارش آرا به پایان برسه و همچنان پیش بینی میشه که دونالد ترامپ در این ایالت هم برنده باشه و یکی دیگه از ایالت‌هایی که کمتر کسی شاید انتظار داشت که به این شکل رقابتی بشه، چه بسا این انتظار وجود داشت که در اونجا و حتی کارولینای شمالی آقای ترامپ با آسانی بیشتری برنده بشه، وضعیت رقابتی شکل گرفته بود و ما منتظر هستیم تا آرای بیشتر بیاد تا بتونیم با قاطعیت بگیم که آیا آقای ترامپ در اونجا برنده شده یا نه. پریزاد کیوان، یکی از چیزهایی که آقای بایدن درباره‌اش صحبت می‌کرد، وعده داده بود که این دیوار آبی رو می‌بره. یکم بیشتر برامون توضیح بده این دیوار آبی دقیقاً چیه؟ دیوار آبی در واقع یک اصطلاح سیاسی هستش که از ابتدای دهه 90 میلادی شکل گرفت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اشاره داره به تمامی ایالت‌هایی که در سال 1992 میلادی به بیل کلینتون رأی دادند و از اون سال تا سال 2016 میلادی بدون استثنا به نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی دادند. لیست بلند بالایی هست و هیچ کدوم از نامزدهای جمهوری خواه موفق نشده بودند که در جریان رقابت‌های انتخابات در دوره‌های مختلف این ایالت‌ها را از چنگ دموکرات‌ها خارج بکنند. تنها آقای ترامپ در سال 2016 میلادی موفق شد که به نتیجه قابل قبولی برسه. ما شنیدیم که دونالد ترامپ گفته شد که دیوار آبی رو سوراخ کرده. این اون سوراخی هستش که در واقع دربارش صحبت میشه و به طور مشخص دقیقاً همین سه ایالت هم باعث باخت خانم کلینتون در انتخابات سال 2016 میلادی شدن: پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان. باقی همچنان ادامه دیوار آبی به خانم کلینتون رأی داده بودند، اما به هر حال به اون آرا کافی نبود براش. اگر به نقشه برگردیم ببینیم آیا آقای بایدن به وعده انتخاباتی که داده بود تونسته عملیش بکنه یا نه، میبینیم که اون سوراخ مهم که در اینجاست، پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین، تا اندازه زیادی بازسازی شده دیوار در این قسمتش که آقای بایدن بهش بسیار نیاز داشت. در سواحل غربی که تمام آرا رو داره، در شمال شرقی هم تمام آرا رو داره، ویسکانسین رو به احتمال زیاد برنده خواهد شد و فقط میمونه پنسیلوانیا که اگر پنسیلوانیا رو هم در نهایت ببره کاملا دیوار آبی رو بازسازی کرده، اما اگر نتونه پنسیلوانیا رو ببره یک بار دیگه سوراخ در دیوار آبی باقی خواهد موند در این ایالت مهم که در یکی از مناطق سابقا صنعتی ایالات متحده آمریکا قرار داره. پریزاد،
ممنونم ازت کیوان. بگذارید اینجا از اروپا بریم به آمریکا، به همکارانم که برای پوشش انتخابات با ما هستند. بهمن کلباسی همکارم به دلاور رفته، جایی که پایگاه کارزار انتخاباتی آقای بایدنه. بهمن، این شمارش آرا تا کی ادامه پیدا میکنه و کی ما به طور قطع میتونیم بفهمیم که رئیس جمهور بعدی آمریکا کیه؟ این پرسش چیزی که کارزار انتخاباتی آقای بایدن هم به دنبال پاسخشه، چون هر چه سریعتر پایان پیدا کنه از دید اونها مساوی با پیروزیشون هست و مساوی با جشن پیروزیشون اینجا در شهر ویلمینگتون در ایالت دلاور، در همون جایی که آقای بایدن دو بار از زمان پایان رای گیری صحبت کرده، یه بار سه‌شنبه شب که گفت صبر کنید تا همه آرا شمارش بشه، یه بار دیروز که آمد گفت که ما قطعا برنده خواهیم شد ولی اعلام پیروزی نمی کنیم تا همه آرا شمارش بشه. و بعد هم نشانه هایی که از این کارزار داره میاد بیرون همه برای این است که به افکار عمومی بگویند، به خصوص به طرفدارانشون، که اطمینان کامل دارن به پیروزی و به همین جهت هم دارن وارد مرحله فراهم کردن مقدمات این پیروزی میشن و پیامدهاش. یکی از اصلی ترینش انتقال قدرت، تحویل گرفتن قدرت هست. وبسایتی که مربوط به این کار هست و راه انداختن دیروز و تیم تحویل قدرت هم فعالتر شده. همه اینها در حالی است که به تب تا وقتی که آرا کاملا شمارش نشه و رسما اعلام نشه که به رقم 270 رسیدن، باید صبر کنن. البته امیدواریشون هست که تا پایان امروز یکی دو تا از این ایالت ها تکلیفشون معلوم بشه و از مرز 270 بگذرند و بر همین هم بی‌صبرانه همه منتظرن که مثلا در کیوان اشاره کرد، هم در آریزونا، هم در نوادا، هم در پنسیلوانیا و حتی در جورجیا. اینو میگم حتی به خاطر اینکه همونطور که کیوان اشاره کرد، جورجیا کسی قبل از انتخابات خیلی انتظار نداشت که اینقدر نزدیک باشه. البته اون شب انتخابات که اخبار نچندان خوبی میرسید از اوهایو و ایالت‌های مثل پنسیلوانیا که در آغاز آقای ترامپ فاصله زیادی داشت، یک سناتور ایالت دلاور آقای کریس کونز آمد اونجا در محل رسانه‌ها که ما ایستاده بودیم، ازش پرسیدم که چه احساسی داریم، گفت به جورجیا نگاه کنید، منتظر اخبار جورجیا باشید. یه قرار عجیب بود به خاطر اینکه در همون مقطع آقای ترامپ صدها هزار رای در جورجیا بیشتر داشت. ولی خب حالا با شمارش اینا را به نقطه‌ای رسیده ایم که بر اساس صحبت‌های وزیر امور داخلی جورجیا 50,000 رای شمارش نشده باقی است و آقای ترامپ فقط 18,000 رای از آقای بایدن جلوتره در جورجیا. اینکه این 50,000 رای چگونه توزیع بشه مشخص خواهد کرد که کدامشون برنده میشن، ولی هر کدام برنده بشن با اختلاف بسیار جزئی شاید 4-5,000 رای باشه در 5 میلیون رای که در ایالت جورجیا اخذ شده. در اینکه در یک ایالتی که 5 میلیون رای داره 16 رای الکترال داره و انتظار میرفت که آقای ترامپ درش پیروز بشه، حالا ممکنه اختلاف 5,000 تا تعیین کنه که چه کسی برنده است. به همین جهت تا لحظه آخر باید صبر کنن، ولی در اینکه اعتماد به نفس کامل دارن از پیروزی شکی نیست. بهمن، اینکه بالاخره یک رئیس جمهور آمریکا این پروسه انتخابات رو زیر سوال ببره، خیلی ها میگن این اصلا شک و تردید ایجاد کردن در این پروسه دموکراسی، این کار چقدر واقعا سابقه داره در انتخابات آمریکا و چقدر کار درستیه و چقدر جامعه رو دو قطبی کرده؟ ما 4 ساله داریم میگیم که این کاری که آقای ترامپ کرده یا آن کاری که آقای ترامپ کرده سابقه نداره، اینم باید به اون لیست اضافه کرد. قطعا سابقه نداره که یک رئیس جمهوری کل سیستم انتخاباتی آمریکا رو اینطور زیر سوال ببره. دقایقی پیش، فکر کنم حدود 8 دقیقه پیش بود که آقای ترامپ یه توییت کرد، دو کلمه توش بود: استاپ کاونت، متوقف کنید شمارش آرا رو. مشخص نیست که متوقف کنید شمارش آرا رو آیا منظورش همه ایالت هاست یا فقط ایالت هایی که درش عقب هست، مثلا میخوام دریازی که درش جلو هست مثل جورجیا، مثل پنسیلوانیا. اگر هر همه ایالت ها شمارش آرا متوقف بشه، آقای بایدن بلافاصله رئیس جمهور میشه، چون در نوادا و در آریزونا آقای بایدن جلوست و این شمارش آراست که داره کمک میکنه که آقای ترامپ امید داشته باشه که برسه به آقای بایدن، مخصوصا در آریزونا و همچنین در نوادا. در نتیجه معلوم نیست این شمارش متوقف کنیم شامل اونها میشه یا نه، ولی به هر حال تیم کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و وکلاشون همین چند دقیقه پیش غیر از اون شکایت هایی که در ساعت‌های اول کردن، در نوادا هم شکایت کردن و گفتن که تقلب شده. یعنی شما وارد یه مرحله‌ای میشیم که باید منتظر ماند که غیر از حرف‌ها و توییت‌ها دید که این شکایت‌ها در دادگاه‌ها
کدام به نتیجه میرسه، آیا هیچ قاضی رأی مثلا به توقف شمارش میده یا رأی حتی نگاه کردن جدی به این شکایت ها میده یا نه، این رو نمیدونیم. ولی قطعا در اینکه فضا رو از اینی که هست دو قطبی تر میکنه شکی نیست. در تظاهراتی که در این چند روز دیدیم در ایالت های مختلف میان طرفداران آقای ترامپ، به هر حال باور کرده اند که دارد یک تقلبی صورت میگیره، رفتن پشت درهای محل شمارش آرا تظاهرات میکنن، در یه ایالتی میگن بشمارید، در ایالتی میگن نشمارید، ولی به هر حال تاثیرشو گذاشته که احساس میکنن طرفداران آقای ترامپ که یک تقلبی داره صورت میگیره، بدون اینکه حالا هیچ ادله و مدرکی براش وجود داشته باشه، ولی به هر حال این تصور رو داره تشدید میکنه. یکی از نزدیکانش که رئیس سابق مجلس نمایندگان بود، آقای نوت گینگریش، توییت کرد که داره کاملا آشکار میشه که دموکرات‌ها در پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان دارن انتخابات رو میدزدن. خب این ادبیات و روایتی است که الان در میان طرفداران آقای ترامپ داره جا باز میکنه و خیلی‌هاشون دارن این رو میپذیرن، چون از رأس قدرت داره میاد که باورشون این است که این انتخابات درش تخلف گسترده‌ای صورت گرفته. متشکرم از عبدالحمید کعباسی، همکارم از ایالت دلاور. یکی از همکارانم که به صورت خستگی ناپذیر داره انتخابات رو دنبال میکنه. اما این انتخابات همونطور که پیشتر هم گفتیم، مقام‌های ایران همگی متفق القول میگن که فرقی براشون نمی‌کنه که چه کسی پیروز انتخابات آمریکا باشه، رئیس جمهوری این کشور. اما گله کرده از سیاست فشار حداکثری آمریکا و حسن روحانی گفته که امیدواره که ایالات متحده به برجام برگرده. صفحه اول اکثر مطبوعات ایران هم تب و تاب انتخابات آمریکا درش دیده میشد. همکارم پرهام قبادی نگاهی کرده به واکنش دولت مردان و رسانه‌های ایران به انتخابات آمریکا. انتخابات آمریکا نتیجهش تا امشب یا تا فردا معلوم بشه دست کی هست مهم نیست، دست هر که میخواد باشه. واکنش به ظاهر بی تفاوت رئیس جمهوری ایران به نتیجه انتخابات آمریکا، اما از زخم فشار حد اکثری بر پیکره اقتصاد این کشور پیداست که کدام نامزد را ترجیح میدهد. در این سه سال سختی که بر این دولت وارد شد و بر این مردم وارد شد، در تاریخ ایران من لااقل نظیرش سراغ ندارم. با اینکه نتیجه قطعی انتخابات آمریکا هنوز مشخص نشده، حسن روحانی برای اشاره به دونالد ترامپ از فعل ماضی استفاده کرد. این آقایی که در کاخ سفید بود، شما ببینید بی‌رحمانه حتی در دوران کرونا تحریم‌ها رو تشدید کرد، جنگ رو تشدید کرد. اینا به هیچ اصولی پایبند نبودن. رئیس جمهوری ایران دیروز گفت تنها چیزی که برای این کشور مهم است بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای است. نشانی دیگر از تمایل ایران به برد جو بایدن، معاون رئیس جمهوری که برجام را امضا کرد. اونی که ما می‌خوایم اینه که آمریکا برگرده به قانون، این برای ما مهمه. آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه است. اما در گفتار مقام‌های ایران سیاستی یک پارچه داشتند، اینکه برایشان فرقی ندارد چه کسی به کاخ سفید راه پیدا کند. با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضیا همینطور راجع به اینکه کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. اما نگاهی به مطبوعات نشان میدهد که تب و تاب انتخابات آمریکا در ایران بسیار داغ است. جو بایدن و دونالد ترامپ در صفحه نخست اکثر روزنامه ها جا خوش کردند و بسیاری از آنها از جمله روزنامه وطن امروز به ادعاهای آقای ترامپ درباره تقلب در انتخابات پرداختند. روزنامه آرمان ملی هم در تیترش نوشته که ترامپ دب کرده، اشاره‌ای به توییت دیروز رئیس جمهوری آمریکا. ما خیلی جلو هستیم، ولی سعی دارند انتخابات را از ما بدزدند. هیچ وقت اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم. بعد از بسته شدن حوزه‌ها، رأی نباید در صندوق ریخته شود. توییتر در واکنش به این ادعای جنجالی آقای ترامپ که شواهدی برای اثبات آن وجود ندارد، هشدار داده که محتوای این توییت گمراه کننده است. فؤاد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی اما چاره کار را برای آمریکا تغییر نظام سیاسی این کشور و تبدیل آن به چیزی شبیه جمهوری اسلامی ایران می‌بیند. یکی از این مشکل آمریکا اینه که شورای نگهبان نداره، مشکل دیگه‌ش اینه ولی فرقی نداره. یعنی اگر یک فردی خواست به این سبک انتخابات دزدی بکنه، یه فردی نیست اونجا وارد بشه و از رأی مردم بتونه صیانت بکنه.
این حرفها در شرایطی مطرح شده که تا به حال هیچ مدرکی درباره تقلب در انتخابات آمریکا ارائه نشده. پرهام قبادی، بی بی سی. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای علیجانی، خوش اومدید به برنامه. خیلی ها میگن مقام های ایران امیدوارند که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه و به خاطر اینکه فکر میکنن که حکومت ایران وقت وضع بهتری خواهد داشت، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. این امید چقدر واقعا امید واقعیه؟ با سلام. این امید یا سراب به حال برخواسته از شرایط ایرانه. اگه تا حالا گفته میشد که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، این دفعه من فکر میکنم سوخت و سوز هم داره، چون آقای خامنه‌ای در یکی از حساس ترین مراحل رهبریش قرار داره و باید هر چه زودتر تصمیم بگیره. این تصمیم هم ناشی از این هست که اولا سیاست خارجیش به شدت در جهان و منطقه شکست خورده و این فلاکت و بدبختی رو برای کشور و مردم برمغان آورده. دوم این که در درون خود سیستم هم اعتراضات و نارضایتی هایی وجود داره و تمایل به مذاکره وجود داره، حتی در بین محافظه‌کارا. وقتی ما حتی در ادبیات آقای الله‌کرم هم کلمه مذاکره رو میبینیم، باید تا عمق مسئله رو بدونیم. و سوم، نارضایتی و اعتراض شدید مردم هست که آژیر خطرشون نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مرتب دارن میکشن. آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه دفع الوقت بکنه، تغییر تاکتیک بده که زمان بگیره، باید استراتژیشو تغییر بده. این تنها راهی است که بتواند یه مقدار از مشکلات و فلاکت کشور و زندگی مردم رو کاهش بده. بنابراین من فکر میکنم حتی ایشون نباید منتظر دولت بعدی باشه، چیزی که بسیاری از اطرافیان ایشون میخوان که به اسم خودشون و به اسم دولت بعدی این مذاکره صورت بگیره، چون این واقعا سوخت و سوز داره. این آخرین فرصتی است که وجود داره و برای من فکر میکنم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران هم این انتخابات درس آموزه. حالا هرچند آقای ترامپ متاسفانه بیشتر داره به کرونا میبازه تا به دموکرات ها در این انتخاباتی که میشه گفت در قاره آمریکا داره اتفاق میفته. ولی این دومین بار بود بعد از حمله آمریکا به عراق و منطقه که یک گرایشی در درون ایرانیان به وجود اومد که با کمک خارجی ها تغییر بدیم. بعد از بروکار آمدن آقای دولت ترامپ هم این پیش آمد. من فکر میکنم در پس این انتخابات شرایط مساعدی است که یه جریان سومی، یک صدای سومی که صدای تحول خواهی است که نه توهم اصلاح خود اصلاحی نظام رو داره، استمرار طلب، و نه تصور و توهم استمداد طلبی و تغییر از خارج رو داره، در ایران رشد بکنه. واقعا هم دیگه این نگاه‌های کلاسیک که بایستی همه زندگی روزمره مردم متوقف بشه تا تغییر ساختار قدیمی شده. مطالبات زندگی روزمره کارگران، بیکاران، زنان، اقلیت‌ها، اتنیک‌ها، اینها رو نمیشه موکول به تغییر سیستم کرد. بنابراین سیاست زندگی و سیاست رهایی با اتکا به جامعه مدنی، با اتکا به جنبش اجتماعی، هر چقدر هم زمان بر باشه، ما هیچ راه دیگری نداریم. اما اون چیزی که در رابطه با حکومت میشود گفت، آقای خامنه‌ای اگر نخواهد با بایدن، که شروع مذاکره با بایدن آسان‌تره ولی به گمان من ادامه‌اش سخت‌تر از آقای ترامپ، اگه نخواد به این تن بده، با اعتراضات هم درون سیستم و هم عصبانیت و خشم بیشتر مردم که حالا شرایط مهیاست ولی یه چه بهانه‌ای میارید مواجه خواهد شد. مشکرم از توضیحات شما. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ما. ما انتخابات آمریکا در افغانستان هم به شدت داره دنبال میشه. خیلی ها به این انتخابات چشم دوختن از اونجایی که مذاکرات صلح با طالبان یکی از مسائل اصلی که سرنوشت مردم افغانستان به اون بستگی داره. بذارید بریم به کابل. محمد حیدری، کارشناس مسائل سیاسی از کابل با ماست. آقای حیدری، فکر میکنید که شما چه آقای بایدن بشن چه آقای ترامپ، فکر میکنید چه فرقی بکنه برای افغانستان؟ تشکر از شما. با انتخابات ایالات متحده آمریکا بر اوضاع افغانستان تأثیر مستقیم داره. حتی میشه گفت که به میزان اهمیت انتخابات آمریکا به میزان اهمیت انتخابات افغانستان برای افغانستان حیاتی است. هرچند تحلیل‌ها و برداشت‌هایی هستند که تغییرات آنچنانی در قبال سیاست خارجی آقای بایدن و ترامپ در بحث افغانستان خیلی مطرح نیست.
اما آقای خلیلزاد و به عنوان فرستاده در امور صلح افغانستان یا سفیر صلح کارهای را انجام دادن، اقدامات را روی دست گرفتن که حکومت و مردم افغانستان راضی نیست و طبیعتاً ای به پروسه ای که فعلا در دو هفته پیش میره مردم افغانستان و دولت افغانستان ازش رضایت نداره و گمان زنی ها بریستن که با روی کار آمدن آقای بایدن احیانا اگر انتخابات را ببره بحث صلح افغانستان تغییر خواهد کرد. چه تغییری خواهد کرد آقای حیدری؟ این روند صلح افغانستان با روی کار آمدن آقای بایدن چه تغییری خواهد کرد؟ بحث هم نیستن که یکی از برداشت ها در افغانستان نیستن که آقای خلیلزاد به عنوان به یکی از کارگزاران اصلی بحث صلح افغانستان تلاش کرده که به نحو حکومت افغانستان را دور بزنه و با طالبان در واقع معامله کرده و همکار استراتژیک خود که دولت افغانستان باشه را نادیده گرفته. احتمال این که آقای بایدن بیاین و باز روابطش با حکومت افغانستان تقویت شوه به عنوان یک همکار استراتژیک افغانستان به این خوشبینی در افغانستان وجود داره. متشکرم از شما محمد حیدری، کارشناس مسائل سیاسی از کابل با ما. اما همکارم سیاوش اردلان که واکنش‌های بین‌المللی به انتخابات آمریکا رو دنبال کرده اینجاست تا بیشتر صحبت بکنیم. سیاوش، از واکنش کشورهای دیگه به این انتخابات برام بگو، مشخصا اروپا. هیچ کدوم از سیاستمداران، رهبران کشورهای دیگه هنوز واکنشی نشون ندادن و نمیتونن هم بدن تا وقتی که نتیجه انتخابات معلوم نشه، به استثنای نخست وزیر اسلوونی که متحد ترامپ محسوب میشه و یک توییت زد و تبریک گفت پیروزی ترامپ رو. هیچ کدوم از رهبران اروپایی چنین کاری نکردن. حتی همسر آقای ترامپ هم از اسلوونیه. بله، ملانیا. دقیقاً همینطوره. ولی هیچ کدوم دیگه از رهبران اروپایی یا در هر نقطه از جهان، حتی اونایی که متحد ترامپ هستن، این کارو نکردن. مثلا ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که دوست صمیمی ترامپ هست چنین کاری رو نکرد. ولی کشورهای دیگه سعی کرده، حتی روسیه و چین. از سخنگوی چین پرسیدن که واکنش چیه، گفتش که ما در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت نمی کنیم، صبر بکنیم ببینیم که نتیجه انتخابات چی میشه. یکی از مقامات دولت بریتانیا هم همین واکنش رو نشون داد. برای همین در سطح بین الملل از طرف سیاستمداران واکنشی نداشتیم. تنها واکنشی که از یک سیاستمدار داشتیم در پارلمان اروپا بود. رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا اومد خیلی ظریف از بایدن حمایت کرد و گفتش که بله، دونالد ترامپ حق نداره که در مسائل انتخابات دخالت بکنه و باید خواستار شمارش آرا شد. ممنونم از سیاوش اردلان. در بخش‌های بعدی خبر حتما به سیاوش برمیگردیم. عذرخواهی می‌کنم وقتمون کوتاه بود. من اینجا از شما خداحافظی می‌کنم. شب و روزتون خوش باشه.